یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران خانم شهلا شفیق، فعال حقوق زنان و نویسنده ایرانی تبار مقیم فرانسه هستش. هدف از شرکت در چنین تظاهراتی چیست خانم شفیق؟ خودتون میدونید که امروز باز چوبه های دار بالا رفت، چهار نفر از بهترین فرزندان سرزمین ما رو به تنابه دار سپردن. فرزاد کمانگر که نامه های پنج نفر و چهار نفرشون که کرد بودن. بله چهار نفر کرد و پنج نفر درسته پنج نفر و چهار نفر کرد. و اون چیزی که برای ما خیلی 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 تکون دهنده بود این بوده که بعد از اعدام احسان فتاحچیان با تمام اعتراضات بین المللی که صورت گرفته بود، خب من فکر می‌کنم روش جمهوری اسلامی این هستش که یه مقدار سکوت رو حکم فرما میکنه و بعد دوباره همون کار رو ادامه میده. ما میدونیم تو این 30 ساله که همیشه هر وقت که اینا خواستن سرکوب رو شدت ببخشن، همیشه رفتارشون با زندانیان کرد خیلی سخت‌تر و شدیدتر بوده. و خب فرزاد کمانگر رو وقتی که نامه‌هاشو می‌خونیم می‌بینیم که پر از عشق به آزادی، عشق به انسان، عشق به ایران، عشق به کردستانه. و خب چجوری میشه فکر کرد که کسانی رو که سرمایه‌های ملی مملکت ما هستن، یعنی در حقیقت خود آدم‌های مثل فرزاد کمانگر، مثل شیرین، مثل بقیه کسانی که اعدام شدن، هر کدومشون نه برای خانواده‌های خودشون ولی برای تمام ملت ما یک سرمایه فرهنگی و ملی هستن. خب اینا در کمال وحشیگری و بربریت این کار رو کردن. در نتیجه خیلی سریع یه تظاهراتی سازماندهی شد توی تروکاردرو که در حقیقت یه میدونی هستش برای حقوق بشر. بعد از اونجا به طرف سفارت، چون در تمام کشورهای اروپایی قرار بر این بوده، و در اونجا هم خب بالاخره این خشم فروخورده‌ای که بود تبدیل شد به اعتراض شدید. و حالا همینطور که ملاحظه می‌کنی یه مقدار بله. خانم شفیق، چون این تظاهراتی چه تأثیراتی میتونه داشته باشه که امروز 9 ماه مه 2000 میلادی و روز یک شنبه که روز تعطیل رسمیه، در واقع پلیس فرانسه هم با یه عمل انجام شده روبروست؟ بله بله، من فکر می‌کنم خیلی مهمه که این تظاهرات بشه به خاطر اینکه انعکاس بین‌المللی خواهد داشت، امیدوارم، و مردم هم بدونن در ایران و خانواده‌های کسانی داغدار اعدام شدگان بدونن که ما در کنار اونا هستیم، ملت کردستان بدونن که ما در کنار اونا هستیم. و اینا همش فکر میکنم به هیچ عنوان بی‌نتیجه نیست، بلکه برای آزادی و برای دموکراسی در ایران نتایج قطعی داره و حتما هم اینا ادامه پیدا خواهد کرد. تازه امروز شما خودتون میدونین که روز یکشنبه بوده، همه به هر حال روز تعطیلی بوده، ولی با این همه چنین بسیج وسیع صورت گرفته. حالا در این تازه اول کاره و همینطوری ادامه خواهد داشت، مطمئنم که ادامه خواهد داشت. اعدامایی که صورت میگیره میتونه در خاموش کردن حرکت اعتراضی سراسری نقش چندانی داشته باشه که بعضیا تحلیلشون اینه رژیم به خاطر این آستیناشو بالا زده که این اعدام ها رو راندازی بکنه تا این جنبش سراسری اعتراضی بر علیه جمهوری اسلامی را به سکوت واداره و اونو به عقب ببره. دیدگاهتون در این رابطه چیه؟ من فکر می‌کنم که در حقیقت مشکل اصلی در ایران اینه که، یعنی اینا خب توریست نه بخواییم بریم، مشکل اصلی اینه که یکی از مسائل اصلی اینه که خیلی از کسانی که در خودشون، یعنی در حقیقت به عنوان رهبران این جنبش شناخته شدن، متوجه این موضوع نیستن که در، یعنی شاید هستن ولی به هر حال این موضوع رو علنا مطرح نمی‌کنن که سرکوب در ذات این نظام هست. و فکر نمی‌کنم که مسئله با ترس یا با خاموشی ختم بشه. حتی اگر مردم ساکت بنشینند، حتی اگر عده زیادی خاموش بشن، خب کسانی که جوانهای این مملکت، کسانی که دسترسی به اندیشه و آگاهی داشتن، کسانی که نمیتونن ظلم رو تحمل بکنن، اونا ساکت نمیشینن و در نتیجه این مبارزه ادامه خواهد داشت و این اعدام ها هم ادامه خواهد داشت. ما در سالهای پیش هم اینو دیدیم و فکر میکنم که امروز بیش از همیشه این اقدام رژیم نشون داد که این به هیچ عنوان پایان کار نیست و مسئله خاموشی هم مسئله رو حل نخواهد کرد. در نتیجه تنها راه مبارزه ایستادگی و مقاومت، چه در بیرون از کشور و چه در داخل کشور، و اصرار و پافشاری بر این که تا جمهوری اسلامی هست اعدام هست و سرکوب هست. خانم شهلا شفیق، از شرکت شما در این گزارش کوتاه بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنان می‌بینید پلیس فرانسه دست به
دستگیری تظاهر کنندگان کرده، ولی جمعی دیگر از تظاهر کنندگان با کف زدن دوستان خودشون را تشویق میکنن با یکی دیگر از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز مسابقه کوتاه دارم. لطفا خودتون رو معرفی بکنین و بگین که هدفتون از شرکت در چنین تظاهراتی چیست. من رضا ناصری هستم، فعال حقوق بشر، و هدف من شرکت در این تظاهرات ابراز انزجار از خبر اعدام 5 جوان کرد که جز فعالان حقوق بشر بودن و هیچ گناهی نداشتن به جز این که اعتقادها و باورهای آزادی خواهانشون رو ابراز کنن. در جلوی سفارت اسلامی جمع شدیم که مرکز یکی از مراکز تروریستی نظام جمهوری اسلامی در خارج کشوره و ابراز همبستگی. تأثیرش چی هست؟ میتونه چه تأثیری داشته باشه؟ تأثیرش توجه افکار عمومی بین المللی و از اونا میخواییم که اعمال فشار کنن بر روی رژیم جمهوری اسلامی که دستشو دیگه از گلوی جوانان ما برداره و خاتمه بده به این اعدام های بیرحمانه. تا حدودی امروز پلیس شهر پاریس، پایتخت کشور فرانسه، با یه عمل انجام شده روبرو شده. نظرتون در این رابطه چیه؟ چون میدونیم که امروز یک شنبه است و تعطیل رسمیه. معمولا به همین خاطر دست به دستگیری تظاهر کنندگان کرده؟ معمولا مقامات فرانسوی اجازه نمیدن درست جلوی سفارت جمهوری اسلامی تظاهراتی برگزار بشه و هموطنان ما جمع شدن و به طور سرزده و ناگهانی جلوی سفارت قرار گرفتن که ابراز همدردی کنن با خانواده های این 5 و همه خانواده های داغدار کردستان و به نظر من تظاهرات بسیار موفقی بود. از شرکت شما در این گفتگوی کوتاه بسیار سپاسگزارم.